در ادامه کار مدل‌سازی من می‌خوام یک استراکچری رو زیر اینترمدیت پلتفرم یا همین پاگردی که بین این دو استر قرار داره تولید کنیم. برای این کار من وارد اپلیکیشن مربوطه میشم، از قسمت دیزاین اپلیکیشن استراکچرز اینطور ساب اپلیکیشن بیمز اند کالمز. همونطور که مشاهده میکنید در قسمت تایتل بار بیمز اند کالمز اپلیکیشن برای من لود شده. در پنجره دیزاین اکسپلورر برای استراکچری که مربوط به تولید بیم و کالم بود رو من کلیک میکنم و در ادامه برای شروع کار مدل سازی کالمز از مین منو و آپشن کرییت، گزینه سیکشنز و گزینه استرایت. پنجره مربوط به تولید سیکشن در قسمت ظاهر میشه. از قسمت کرییت آپشن برای اولین گزینه من کلیک میکنم. بایستی که مشخصات مختصات دقیق نقطه مربوط به شروع سیکشن رو مشخص کنم. خب قبل از این کار من پیک تایپم رو از حالت یعنی به حالت گرافیکس در میارم و در ادامه برای این گوشه از پلتفرم کلیک میکنم. اوکی و در ادامه بایستی که ارتفاع این کالم رو مشخص کنم. برای مشخص کردن این ارتفاع من با استفاده از گزینه میجر و با انتخاب این پی پوینت و قسمت تحتانی مربوط به این کالم این ارتفاع برای من 2605 میلیمتر مشخص میشه. و من ارتفاع رو منفی 2605 میلیمتر وارد میکنم و دکمه یه اوکی. خب همین پروسه رو من تکرار میکنم تا سه ستون دیگر رو به این ترتیب مدل کنم. در این گوشه از پلتفرم اوکی، ارتفاع منفی 2605 میلیمتر اوکی. و همینطور در این گوشه در کیوی مناسب انتخاب این پی پوینت و وارد کردن همون ارتفاع منفی 2605 میلیمتر و در انتها آخرین ستون رو هم در این قسمت و در این گوشه مدل خواهم کرد. ارتفاع منفی 2605 میلیمتر رو وارد میکنم و اوکی. خب همونطور که مشاهده میکنید الان ستونهای من به حالت نقطه‌چی مشخص شدن و من در ادامه بایستی که اسپک های مربوطه رو برای تولید این ستون ها مشخص کنم. قبل از اون کار من بایستی که از این 4 تا ستون یک لیست تهیه کنم. یک اسم رو برای این لیست هم نظر میگیرم و با کلیک بر روی هر کدوم از این ستون ها و انتخاب گزینه current element از option add تک تک این ستون ها رو به این لیست اضافه می کنم. خب دکمه رادیویی هایلایت رو مشخص می کنم، روشن می کنم. همونطور که مشاهده می کنید الان کالم های من به رنگ قرمز در اومدن و هایلایت شدن. خب در ادامه از آپشن مودیفای، گزینه سیکشنز، اسپسیفیکیشن، از قسمت فوقانی من لیست رو انتخاب میکنم و از قسمت اسپک استاندارد دین رو انتخاب میکنم و از قسمت جنریک تایپ همون HEA پروفایل رو انتخاب میکنم و پروفایل HEA 200A رو انتخاب میکنم.
باقی پارامترها رو من به حالت پیش‌فرض اپلای میکنم. همونطور که مشاهده میکنید الان کالم های من در قسمت زیر پلتفرم مدل شدن. منطقه من بایستی که در ادامه جاستیفیکیشن رو برای هر کدوم از این کالم ها تغییر بدم تا این کالم ها دقیقا در گوشه و قسمت زیر این پلتفرم قرار بگیرن. برای این کار من تک تک این کالم ها رو انتخاب میکنم و از قسمت Modify Sections Justification رو تغییر میدم. Justification رو از حالت Natural Access به Right Top Bottom of Section تغییر میدم. با اپلای کردن همونطور که مشاهده میفرمایید الان کالم من در گوشه و قسمت تحتانی پلتفرم قرار میگیره. همین پروسه رو برای ستون‌های دیگه هم تکرار میکنم. با انتخاب هر کدوم از ستون‌ها، اون ستون عنوان کارنت المنت من انتخاب میشه. برای این ستون گزینه Right Bottom of Section رو انتخاب میکنم. با اپلای کردن من همونطور که مشاهده میکنید این ستون هم در قسمت تحتانی و گوشه این پلتفرم قرار میگیره. همین پروسه رو برای کالم های بعدی هم تکرار میکنم. حالت کارنت المنت در میارم و از قسمت جاستیفیکیشن این بار گزینه left top of section رو انتخاب خواهم کرد و گزینه left top of section رو انتخاب میکنم و همینطور در مورد چهارمین و آخرین کالم با انتخاب اون عنوان current element گزینه left bottom of section رو انتخاب میکنم. خب همونطور که میبینید کار جاگذاری مناسب کالم ها در قسمت زیر پلتفرم انجام میشه. خب در ادامه و برای تکمیل کردن مدل استراکچر در قسمت زیر پلتفرم بایستی که بیم ها رو تولید کنیم. قبل از این کار من این پلتفرم رو حالت current element در میارم و با انتخاب گزینه remove current element from draw list محیط کار رو خلوت‌تر میکنم. خب در ادامه در پنجره دیزاین اکسپلورر برای فریم ورک استراکچر قرار میگیرم و برای تولید بیم از مین منو و آپشن کرییت گزینه سکشنز استراکچر سکشنز منو سکشن به این ترتیب ظاهر میشه. خب در یک ویوی مناسب من نقاط استارت و اند بیم ها رو انتخاب خواهم کرد. همینطور در ادامه خب این ترتیب بیم های من مدل میشه. در ویو تاپ اگر مشاهده کنید بیم های من این ترتیب مدل شده. در ادامه پنجره سیکشن رو من دیسمیس میشم. خب در ادامه از بیم های تولید شده من یک لیست تهیه میکنم. از قسمت تول بارز لیست قبلی رو ریموو میکنم. ریموو لیست. یک لیست جدید
همون اسم قبلی رو من اوکی میکنم. با انتخاب هر کدوم از این بیم ها هایلایت شده و در قسمت Add Current Element به لیست ما اضافه میشن. خب الان من میخوام اسپک مربوطه رو برای این بیم ها معرفی کنم. از قسمت Modify، Section، Specification و با انتخاب List. اسپک ما همون استاندارد دین هست. Generic Type رو به حالت HEV Profiles در میارم و در ادامه پروفایل HE200B رو انتخاب میکنم. خب توجه کنید در قسمت Plan Setting و در قسمت Justification گزینه Top of Section رو انتخاب میکنم. با اپلای کردم به این ترتیبی که مشاهده میفرمایید بیم های من هم مدل میشن. خب در این قسمت لازم هست که من فقط این بیم رو با دستور Extend و با کلیک بر روی گزینه By اصلاح کنم. در قسمت Extend گزینه Start و در قسمت Distance عدد 100 میلیمتر رو وارد میکنم و همینطور برای End همین عدد 100 میلیمتر رو اپلای میکنم. خب همطور که مشاهده میکنید الان استیکر من آماده شده و در ادامه پلتفرمی رو که من از صفحه ریموف کرده بودم رو به صفحه برمیگردونم. بر پنجره دیزاین اکسپلورر با کلیک برای استراکچر PLA F4 و انتخاب گزینه Add Current Element to Draw List پلتفرم من در مکان خودش قرار میگیره. همونطور که مشاهده میکنید ما تا اینجای کار نستیم مدلمون رو تا این حد تکمیل کنیم. در ادامه ما میخوام یک سیرکولار پلتفرم رو برای تانکمون مدل کنیم. برای این کار من بایستی که در ابتدا وارد اپلیکیشن ایسل مودلر بشم. خب توجه کنید که ما در پنجره دیزاین اکسپلورر بایستی که بر روی زون استراکچر قرار گرفته باشیم و در ادامه برای شروع به کار مدل سازی از آپشن کرییت پلتفرم سیرکولار پلتفرم و انتخاب گزینه راوند پنجره مربوط به مشخصات سیرکولار پلتفرم در این قسمت برای ما ظاهر میشه. خب در قسمت نیم من عبارت PLA06 رو وارد میکنم. در همون مختصات 0 رو 0 و 0 مدل خواهم کرد. دایرکشن رو من از N به East تغییر میدم. این به این معنی است که شروع زاویه مربوط به سیرکولار پلتفرم از جهت East خواهد بود. در قسمت Radius to Outside Floor عدد 2000 میلیمتر وارد میکنم و برای انگل زاویه 135 میلیمتر وارد میکنم. همینطور برای عرض فلور 600 میلیمتر وارد میکنم. باقی گزینه ها رو به حالت دیفالت اپلای میکنم. فقط در مورد آخرین گزینه یعنی اینساید ری گزینه نو رو انتخاب میکنم. با اوکی کردن همونطور که مشاهده میکنید این سیرکولار پلتفرم در مختصات 0 و 0 و 0 مدل شد. در ادامه ما بایستی که کار جانمایی رو برای این پلتفرم انجام بدیم. با راست کلیک بر روی صفحه و انتخاب گزینه لوک داون پلنتم رو به حالت وای فریم در میارم. با استفاده از آپشن پوزیشن موو ترو میخوام که کار جابجایی و جاگذاری مناسب رو برای این پلتفرم انجام بدم. در این پنجره مربوط به مفتورو یک بار با همین مشخصات یعنی دایرکشن N و گزینه کرسر و با اپلای کردن پنجره در جهت N کار جابجایی رو انجام میدم با انتخاب این نقطه. پلتفرم من در این جهت جابجا میشه و یک بار این دایرکشن رو به ایست تغییر میدم با اپلای کردن و باز با انتخاب این نقطه
مدل من به این ترتیب جابجا میشه. خب در ادامه لازم هست در جهت آب هم کار جابجایی رو انجام بدیم. در یک ویو مناسب این بار دایرکشن رو از حالت ایست و حالت آبزر میارم با اپلای کردن و با کلیک بر روی حالا ارتفاعی از تانک پلتفرم من در این قسمت قرار میگیره. همونطور که مشاهده میکنید الان مدل من به این ترتیب تا اینجا تکمیل شده. خب در ادامه و مطابق با اون که تا به حال ما در مورد تولید اقلام مختلف انجام دادیم، میخوام دوباره پلتفرم رو با دادن مختصات دقیق مربوط به قرارگیری اون مدل کنم. پس من این پلتفرم رو دیلیت میکنم و یک بار دیگه از آپشن کرییت پلتفرم راوند سیرکولار پلتفرم و با دادن عبارت PLA06 عنوان نیم و پوزیشن رو به این ترتیب وارد میکنم. در جهت نورس به اندازه 2375 میلیمتر، در جهت ایست به اندازه 7225 میلیمتر و در جهت آب به اندازه منفی 4300 میلیمتر جا به جا بشه. دایرکشن هم از ایست شروع بشه و اندازه شعاع تا قسمت خارجی فلور 2000 میلیمتر، زاویه از کمان که برای سیرکولار پلتفرم در نظر گرفته میشه 135 میلیمتر، عرض فلور 600 میلیمتر و همینطور در قسمت اینساید ریل من ریلی رو در نظر نمیگیرم. با اپلای کردن همونطور که مشاهده میکنید پلتفرم من در این قسمت قرار میگیره. خب در ادامه من میخوام یک لدر رو برای داشتن اکسس به قسمت این پلتفرم مدل کنم. برای این کار برای زون استراکچر در پنجم دیزاین اکسپلورر کلیک میکنم و از قسمت اپشن کرییت لدر از نوع ساید اگزیت و سینگل رو انتخاب میکنم. در قسمت نیم عبارت LED07 رو وارد میکنم. پوزیشن هم همون مختصات پیش‌فرض هست. دایرکشن هم N هست و همینطور ارتفاع رو بایستی که من اندازه بگیرم. برای گرفتن اندازه کافیه که من بر روی گزینه Measure کلیک کنم. با انتخاب MP Point در این گوشه از پلتفرم و انتخاب قسمت تحتانی مربوط به این ساپورت، این فاصله برای من 3210 میلیمتر مشخص میشه. پس این ارتفاع رو من 3210 میلیمتر وارد میکنم. اپلای کردم. همونطور که مشاهده میکنید در این مختصات، یعنی مختصات 0 و 0 و 0 لدر من مدل شده. خب در ادامه بایستی که کار جاگذاری این لدر رو با همدیگه تمرین کنیم. در یک ویو مناسب من ویو رکدام رو انتخاب میکنم. مدلم رو به حالت وایرفریم در میارم و با استفاده از آپشن پوزیشن، گزینه موو، ترو، محورهای کاردینال بر روی لدر قرار میگیرن. با اپلای کردن پنجره مفتورو در جهاتی که به صورت پیش‌فرض مشخص شده بود و در ادامه با کلیک بر روی این قسمت همونطور که مشاهده میکنید لدر من در راسته N جا به جا میشه و در ادامه در جهت ایست
کار جابجایی رو انجام خواهیم داد. باز با انتخاب این نقطه، لادر من در این نقطه سات قرار میگیره. خب در ادامه با استفاده از آپشن اورینت و گزینه روتیت مدلم رو به اندازه 180 درجه میچرخونم و در ادامه باز به اندازه 60 درجه مدلم رو روتیت میکنم و دیسمیس. کاری که من میخوام انجام بدم این هست که این لدری که در این قسمت مشاهده میفرمایید رو میخوام جابجا کنم و در قسمت ورودی این پلتفرم قرار بدم. برای این جابجایی لازم هست که من دایرکشن رو بدونم، دایرکشن حرکت رو، بایستی که من اطلاع داشته باشم. برای دونستن این دایرکشن من از گزینه مدل ادیتور رو کلیک بر روی این گزینه و انتخاب لدر و اگر من بر روی محور ایگری قرار بگیرم، دایرکشن من در انتهای این محور مشخص هست که زاویه 30 درجه بین ایست و ساوت دایرکشن من هست. خب من این دایرکشن رو باید که در نظر داشته باشم تا در ادامه از اون استفاده خواهم کرد. با کلیک بر روی گزینه مدل ادیتور این گزینه رو این اکتیو میکنیم. خب در پنجره دیزاین اکسپلورر برای استراکچر LAD 07 که همون لدرمون هست من کلیک میکنم تا به صورت کارنت المنت در بیاد. خب در ادامه و با مشخص شدن دایرکشن از آپشن پوزیشن و گزینه موو دیستنس برای جابجایی این لدر استفاده میکنم. در قسمت دایرکشن، دایرکشن به دست اومده رو من وارد میکنم، دیستنس رو صفر در نظر میگیرم، با انتخاب گزینه فرانت و با انتخاب گزینه آیدی کرسر و با اپلای کردن الان نرم افزار از من آیدی رو خواهد پرسید و من در ادامه با انتخاب این تنگ لدر من به این ترتیبی که مشاهده میکنید جابجا میشه. خب در ادامه من بایستی که باز این لدر رو جابجا کنم تا پایه های لدر دقیقا در قسمت خارجی این تانک قرار بگیره. خب در دایرکشن مشخص شده به اندازه منفی 100 میلیمتر و با انتخاب گزینه اونلی و گزینه کرسر از این قسمت و اپلای کردن من لدر جابجا میشه. خب در ادامه لازم هست که ما در جهت آب هم این لدر رو به سمت پایین حرکت بدیم. باز از قسمت آپشن پوزیشن موف ترو در جهت آب با اپلای کردن صفحه لاک میشه و من با مشخص کردن یک نقطه کار جابجایی در راستای قائم رو انجام خواهم داد. خب در این نما اگر شما دقت کنید من با انتخاب این نقطه در قسمت تحتانی این لگ مربوط به این تانک لدر من در این قسمت قرار میگیره. تو همونطور که مشاهده میکنید الان با استفاده از این لدری که مدل کردیم کار اکسس به قسمت فوقانی سیرکولار پلتفرم هم برای ما مقدور شد. خب در ادامه ما میخواهیم یک پست رو در قسمت گوشه این پلتفرم مدل کنیم. برای مدل کردن این پست من بر روی این سیرکولار پلتفرم قرار میگیرم. راحت ترین کاری که من میتونم برای مدل کردن این پست انجام بدم استفاده از همین پستی هست که در این گوشه وجود دارد
من یک لیستی از این پست خواهم ساخت و در ادامه با استفاده از دستور Create Copy Offset این پست رو مدل خواهم کرد. پس برای ساختن یک لیست از این پست در قسمت Toolbars گزینه لیست، اقلام موجود در لیست قبلی رو من از بین میبرم. در این قسمت یک اسم رو برای لیست در نظر میگیرم، همون اسم قبلی رو. با کلیک بر روی این پست و قرار گرفتم بر روی اونر این سیلند که همون پست باشه و با انتخاب گزینه Current Element Members اقلام موجود در این پست در این لیست قرار میگیرم. با روشن کردن دکمه هایلایت همونطور که مشاهده میکنید الان این پست به صورت هایلایت شده مشخص هست. برای کپی کردن این پست از آپشن Create گزینه کپی Offset از قسمت Object من لیست رو مشخص میکنم و انتخاب میکنم. خواهم که این لیست به اندازه منفی 450 میلیمتر در جهت منفی محور X ها جا به جا بشه. با اپلای کردن این پست در این قسمت برید میشه و در ادامه پنجریل هایی رو بین این دو پست مدل میکنیم. با انتخاب این پی پوینت و همینطور پی پوینت مربوط به این پست پنجریل ها هم به این دو پست مدل میشن. خب در ادامه ما میخواییم دستور فلور پنتریشن رو با همدیگه تمرین کنیم. همونطور که مشاهده میکنید الان این اکویپمنت ما با رکتنگولار پلتفرم که در این قسمت هست برخورد کرده و ما بایستی که محل برخورد رو به حالت حفره یا پنتریشن مشخص کنیم. برای این کار ما از قسمت Create گزینه Floor Penetration سیرکولار و گزینه Ready Cursor. خب در پنجره ظاهر شده ما همه پارامترها رو به حالت دیفالت قرار میدیم با اپلای کردن این پنجره. خب صفحه کاری ما لاک میشه و همونطور که اگه دقت کنید من اگر این پنجره رو سمت بالا حرکت بدم در قسمت استیتس بار شما پیغامی رو مشاهده میکنید که از ما فلور پلیت رو سوال میپرسه. من با مشخص کردن این فلور پلیت در ادامه در قسمت استیتس بار از من آیتمی رو که با این فلور پلیت برخورد کرده رو از من سوال میپرسه. من با کلیک بر روی اسنوت مربوط به اکویپمنت در ادامه همونطور که مشاهده میکنید پنتریشن تولید میشه. من پنجره مربوط به پنتریشن رو دیسمیس میشم. خب حالا که ما پنتریشن رو برای اکویپمنت و پلتفرم تولید کردیم لازم هست که من برگردم و از اپلیکیشن اکویپمنت ساپورت مربوط به این اکویپمنت رو تولید کنم. و برای این کار من از قسمت دیزاین وارد اپلیکیشن اکویپمنت میشم. خب همونطور که مشاهده میکنید در قسمت تایتل بار اپلیکیشن اکویپمنت برای من لود شده. خب من اکویپمنت رو بایستی که در ابتدا به حالت کارنت المنت در بیارم. در پنجره دیزاین اکسپلورر با کلیک بر روی اکویپمنت وسل 2 الان این وسل عنوان Current Element من انتخاب شده. خب از قسمت Modify و گزینه Equipment Specification مشخصات مربوط به این Equipment در این قسمت مشخص هست. از قسمت Properties و در قسمت Support Type با انتخاب گزینه Vertical Vessel Skirt ما یک اسکرتی رو به عنوان Support برای این اکویپمنت در نظر خواهیم گرفت. خب با کلیک بر روی این گزینه من بایستی که مشخصات مربوط به ساپورت رو ادیت کنم. پارامتری رو که بایستی در این قسمت من ادیت کنم ارتفاع مربوط به این ساپورت هست. برای مشخص کردن ارتفاع ساپورت من
با کلیک برای گزینه میجر این ارتفاع رو به این ترتیب که با انتخاب پی پوینت همینطور پی پوینتی که مربوط به فلور پلیت هست رو انتخاب میکنم. خب این ارتفاع 400 میلیمتر مشخص میشه. در پنجره مربوط به Modify Properties و پارامتر Skirt Height 1000 میلیمتر رو به 400 میلیمتر تغییر میدم. پنجره رو اوکی میکنم. در ادامه پنجره مربوط به Modify Properties رو هم اوکی میکنم و با اپلای کردن پنجره مربوط به Modify Viewpoint Specification همونطور که مشاهده میکنید الان این اکیپمنت من دارای ساپورت است. خب در ادامه ما میخوام یک فلور پلیت رو برای اقلامی که تا اینجا مدل کردیم تولید کنیم. برای این کار بایستی که وارد اپلیکیشن مربوطه بشم، از قسمت دیزاین اپلیکیشن استراکچر و انتخاب ساب اپلیکیشن والز اند فلورز. همونطور که مشاهده میکنید در قسمت تایتل بار اپلیکیشن والز اند فلور برای من لود شده. خب در ادامه من پنجره دیزاین اکسپلورر رو مرتب میکنم با قرار گرفتن بر روی زون استراکچر همونطور که مشاهده میکنید و از قسمت کرییت من یک استراکچر خواهم ساخت. در قسمت نیم عبارت فلو 0.8 رو وارد میکنم و در ادامه یک فریمورک رو با استفاده از حالت اوتونیم تولید خواهم کرد. خب برای شروع به کار مدل سازی فلور پلیت باز از آپشن کرییت با کلیک برای گزینه فلور پنجره مربوط به کرییت فلور در این قسمت ظاهر میشه. خب در این قسمت من ضخامتی رو بایستی برای این فلور در نظر بگیرم. 200 میلیمتر رو من وارد میکنم. جاستیفیکیشن رو همون تاپ در نظر میگیرم و همینطور مشخصاتی که برای ابستراکشن هست رو به حالت دیفالت در نظر میگیرم. در قسمت کرییت متد با کلیک برای اولین گزینه من بایستی که با کلیک بر روی اولین گزینه من اولین ورتکس مربوط به شروع مدل سازی فلور پلیت رو مشخص میکنم. بازوم کردم بر روی گوشه تحتانی مربوط به این کالم اولین ورتکس همونطور که مشاهده میکنیم در اینجا مشخص هست برای من مشخص میشه. با کلیک بر روی گزینه مربوط به دیستنس پنجره مربوط به مشخصات دومین ورتکس برای من ظاهر میشه. در قسمت دایرکشن جهت رو وست وارد میکنم و در قسمت دیستنس 4500 میلیمتر رو وارد میکنم و در ادامه دایرکشن رو از وست به ساوث تغییر میدم. عدد 10000 میلیمتر رو وارد میکنم با اپلای کردم. اگر از ویوی داون من نگاه کنم همونطور که مشاهده میکنید فلور پلیت من به این ترتیب در حال مدل شدن هست. در ادامه دایرکشن رو به حالت ایست تغییر میدم و عدد 16000 میلیمتر رو وارد میکنم با اپلای کردن مدل من تکمیل تر میشه و در ادامه دایرکشن رو به حالت نورث در میارم و
عدد 10000 میلیمتر اپلای و در ادامه با دیسمیت کردن این پنجره همونطور که مشاهده می فرمایید فلور پلیت من مدل میشه.